سلام دوستای خوبم به کانال فرستس یا و سلامتی خوش اومدید خب ادامه میدیم آموزش سوالات گواهینامه آلمانی رو از روی معتبرترین اپ فارشوله و بروزترین آپدیت سال 2021 خب از روی اپ قسمت ترینینگ الف فراگن و تمن گفتیم بخش اول از این گونشتوف قسمت چهارمش فکس سایشن گفتیم از زیر مجموعه این قسمت فورشکریفت سایشن این قسمت 68 تا سوال داشت که گفتیم توی 4 تا ویدیو هر ویدیو 17 تا سوالش رو بررسی میکنیم توی این ویدیو 17 تا سوال آخر رو بررسی میکنیم که دیگه این بخش تموم میشه و توی ویدیو بعدی میریم برای قسمت دیگه ولن اوبن سوال 52 وی فهارتین زیزیش بای میگه چجوری باید رفتار کنید با این تابلو راهنمایی رانندگی خب این تابلو رو هزار بار داشتیم تابلو مسلسی یک دورش قرمز رنگ که برعکسه فور فات گویغن. یعنی حق تقدم باید بدید یعنی چه ماشین های دست راستی چه ماشین های دست چپی نسبت به شما حق تقدم دارن حالا میخواد ماشین باشه دو چرخه موتور سوار به اصطلاح هر چی میخواد باشه خب گزینه آ میگه ایش گوگ دم کوفکیا دی فور فات. میگه ایش گوگ من حق تقدم میدم دم کوفکیا اون ماشینایی میخوان بپیچن دی فور فارت به این حق به این حق تقدم رو خب درست داریم میگه دیگه گفتیم شما باید به همه ماشینه که تون خیابون هستن حق تقدم بده حالا میخواد بپیچه نه پیچه. هر کاری میخواد بکنه خب گزینه آ درست گزینه ب میگه ون ایش ریس اپ میگه بی بینیش نیش, نیش وارت فلیش میگه ون وقتی که ایش من غیص اپ میگه سمت راست میخوام بپیچم بینش من نیش بینیش نیست من اینجا نیستم وارت فیلیش من اینجا نباید مثلا صبر مت... بکنم خب وایستم نه دیگه غلط داره میگه دیگه یعنی میخواید شما سمت راست بپیشید شما راحت میتونید گازشو بگیرید برید نه دیگه ممکن دو چرخه آبر پیاده این چیزا رد بشه و شما به حق تقدم برید گزینه ب غلط میگه گزینه سه میگه ایش فاق برمز بقید میت مسینگ ان گشمین هران میگه ایش فاق هران یعنی گفتیم تاتی تاتی رفتن جلو همین مثلا یه زمین جلو و سرعت نوشته دیگه خودش هم مثل مسی گشونی با این سرعت قابل قبول خب میرید جلو ببینید مثلا داستان چیه ماشین میاد نمیاد چه جوریه میتونیم رد بشیم خب گزینه 3 داره درست میگه آفلوزون همونجور گفتیم آو درسته امتیاز سوال 4 امتیازی وایتا سوال 53 واقعا وایس دیزیز فکی سایشن هیم میگه واقعا وایس هیم به چه چیزی اشاره میکنه دیز فکی سایشن این تابلو راهنمایی و رانندگی خب دوستان خوبم این تابلو به این اشاره میکنه این مسیر به اصطلاح عبور از سواره یعنی این مسیر فقط برای سوارکاراست خب نه دوچرخه نه ماشین موتورسیکلت هیچی نمیتونه وارد این مسیر بشه مثل مسیری بود که برای آبر پیاده بود یا مسیری بود که برای دوچرخ سواره فقط بود خب این هم همینه گزینه آ میگه اف اینن وگ غایت فبوت نیست میگه اف به یک راهی که دسن اون به نوتسون استفادهش برای غایت اون سوارکارا فربوت نیست ممنوعه خب نه دیگه این داره کاملا عکسشو میگه میگه این مسیر برای سوارکارا ممنوعه این مسیر اتفاقا مخصوص سوارکاراست خب گزینه آ غلط ب میگه اف اینن غایت ویگ دن غایت به میگه اف اینن غایت میگه به یک مسیر از سوار که فقط سوارکارا میتونن و با باید ازش استفاده بکنن گزینه ب داره درست میگه دیگه این تابلو به این داره اشاره میکنه گزینه سه میگه اف این رایت ویک دسن بنوتسونگ فور اندره فکیرس تاینیمر فور بوتن ایس. میگه اف این رایت به یک مسیر اسب دسن مسیری که بنوتسونگ استفادهش برای اندره فکیرس تاینیمر برای ماشین های دیگه وسایل نقلیه دیگه فربوتن است ممنوع است درست داره میگه دیگه میگه این فقط مخصوص سوارکراست هیچ ماشین و دوچرخه و موتورسیکلت هیچ وسیله نقلیه‌ای نمیتونه وارد این بشه درست نمیگه آفلوزون همونجور گفتیم فقط به اوسه درسته امتیاز سوال دو امتیزی وایت هم سال 54 وی موسن زیزیش بای دیزم فکی سایشن فالتن وی ام وی موسن زیزیش فالتن چجوری باید رفتار کنیم بای دیزم فکی سایشن با این تابلو راهنمایی رانندگی خب این تابلو گفتیم چیه تابلوی استاپ یعنی باید اینجا توقف کنید سرعتتون باید صفر باشه قشنگ خب بعد گفتیم سر امتحان عملی باید دو سه ثانیه وایسید و با بکنید چپ و راست نگاه بکنید و بعد شوت تبلیک بکنی و بکنید و وای تفاقم بکنید یادتون نره گفتیم بغل این تابلو شتاب هم معمولا همیشه یه دونه خط حالت لینیه هست کف آسفالت حالت لینیه هست شما باید به اصطلاح جلو اون خط متوقف بشید خب حالا اگر هم نبود جلو همون تابلوی دیگه درسته گزینه آ میگه ایشموس نو بای کوفه که ان میگه ایشموس نو میگه من باید فقط بای کوه فکر فقط اون ماشین که میخوان مثلا بپیچن آن مثلا اگر ماشینی بود میخواست بپیچه من در اون صورت بعد اینجا متفق بشم خب نه دیگه داره چرت میگه دیگه شما اینجا باید کاملا متفق بشید و اصلا حق تردم ندارید و همه ماشینا چی چه از سمت چه راست تردد میخوام بکنن نسبت به شما حق تردم دارم و شما به اونها حق تردم بدید گزینه آ داره غلط میگه گزینه ب میگه ایش موز ان هالتن اون فور فاد میگه ایش موز ان هالتن من باید متوقف بشم اون فور فاد و حق تردم بدم خب دقیقا درسته دیگه گفتیم بعد متوقف بشید و حق تردم بدید گزینه ب درست گزینه سه میگه ایش موز نو ان هالتن ون آینه هالتن لینیه فور هاندن میگه ایش موس من باید نور فقط آن حالت متوقف بشم ون وقتی که عین حالت لینیه وقتی که یه خط توقف گفتیم اون خط سفیده کف آسفال فوهند نیست در دسترس است میگه اگر اون خط بود من با متوقف بشم حالا اگر نبود من دیگه نیازی نیست گفتیم نه چه باشه چه نباشه شما باید متوقف بشه اگر نبود جلوی این تابلوی بر متوقف بشه گزینه سه داره غلط میگه آفلوزون همونجا گفتیم فقط گزینه ب درسته امتیاز سوال 4 امتیاز وایتا سوال 55 می زیزیش این دیزا فرکیز سیچویشن Verhalten میگه وی موسنسیزیش Verhalten چجوری برای رفتار بکنید این دیزا فرکیز سیچویشن در این موقعیت تردید خب میبینید اون جلو گفتیم تو همچین سوالاتی همیشه دست راستتون راست را نگاه بکنید دوباره تابلو بگردید میبینید تو به صلا سراهیه یه تابلو شتوب دارید خب تابلو شتوبی که خط هال لینیه کفه اسوار نداره متوجهی گفتیم خب اگرم نداش باید حتما جلو تابلو شتوب متوقف بشید گفتیم سر امتحان عملی باید او تایون بکنید یعنی بزرگ نمایی بکنید دو سه, دو سه ثانیه سب بکنید قشنگ چپ و راست رو نگاه بکنید شود بکنید و بعد با احتیاط ادامه مسیر بدید خب گزینه آ میگه ایشموس اند زیشت لینی اون فور میگه ایشموس من باید اند زیشت لینیه. زیشت لینیه یعنی اونجایی که اون ماشین آویه هست خب یه خور ترش خب بتونید مثلا داخل اون خیابون و ماشینه که از دست راست میخوان بیان رو بتونید ببینید زیش لینیه میشه اونجا خب آن حالت متوقف بشه اون فور فاگی و قدم به درست داره میگه بعد برید اونجا ببینید ماشین میاد دو چرخه چیزی اصلا میاد که به اصطلاح بعد متوقف بشید یا اگر نه که اول متوقف بشید بعد با در نظر گرفتن جانب احتیاط ادامه مسیر بدید گزینه آ داره درست میگه. گزینه ب میگه ich muss nicht anhalten خب هم که میگه نیشت anhalten یعنی من نباید متوقع شم غلطه دیگه چون تابلو شتوب با باید حتما متوقع بشه به بقیش دیگه کاری نداشته باشید حالا فقط معنی میکنه میگه دا به خاطر اینکه کاین هارت لینی فوهنده نیست به خاطر اینکه هیچ خط توقفی اون خط سفیده گفتیم کف آسفالت در دسترس نیست خب گفتیم ندیه چه باشه چه نباشه شما بعد اینجا متوقع بشه گزینه ب غلط گزینه میگه ich muss nur bei kufe که like. anhalten میگه ich muss nur من فقط باید با کوفه که یعنی ماشینه که میخوام بپیچن تو این خیابونی که ما هستیم خب، و وقتی که اگه ماشین میخواد بپیچه ما فقط باید به خاطر اون ماشینه که میخواد بپیچه متوقعش گفتیم نه دیگه اصلا شما اینجا حق تقدم ندارید شما باید به با همین ماشین که از دست راست یا چپ میان حق تقدم بدید گزینه سه غلط آفلوزون همونجا گفتیم فقط آ درست امتیاز سوال 4 امتیاز وایتا سال 56 وی موسن زیزیش این دیز فکی زیتواسیون فعالته میگه وی موسن زیزیش فعالته چجوری باید رفتار بکنی این دیز فکی زیتواسیون در این موقعیت تردد خب ببینید دوستان خوبم اینجا تابلوی شتوب دارید هالت لینیا اون خط سفید هم دارید میبینید خب بعد برید جلو اون خط سفیده وایسید اینجا حق تردم ندارید هر ماشین از سمت چپ و راست داره میاد باید حق تردم بدید و اگر چیزی نگمه در نظر گرفتن جانب احتیاط ادامه مسیح بدید خب گزینه آ میگه ایشموس اند هالت لینیا ان اون فور فالت گیورن درسته شما باید روی اون خط سفیده متوقف بشید اون فور فالت گیورن حق بدید درسته گزینه ب میگه ایشموز نور ام شتوب شید ان میگه من فقط باید در کنار این تابلوی استاپ متوقع بشم گفتیم نه گفتیم اگر به اصطلاح خط سفید هالت لینیه نبود شما باید در کنار این تابلوی استاپ یا زیشت لینیه مثلا برید جلو تا یه حدی که بتونید مثلا اون دست راست, راست ببینید ولی حالا که هالت لینیه داره باید برید جلو اون هالت لینیه اینکه میگه کنار تابلوی شتب شید غلط داره میگه گزینه سه میگه ایشموس نو با کوف که انحلت میگه ایشموس نو من باید فقط با کوف یعنی ماشینی که میخوان بپیچن تو این خیابونه اگه ماشینی بود که میخواست بپیچه من در اون صورت با متفقه بشم در این صورت باید ادامه بدم نه دیگه یعنی این میگه که شما حق تردم داری به ماشینی که میخوام اصلا مستقیم بره گفتیم اینجا شما به هیچ عنوان حق تردم نداری گزینه سه غلط آفلوزون همونجوری گفتیم فر آ درسته امتیاز سوال 4 امتیاز سوال پنجاه زی بفرن این فورفاد شتراسه ویش از فکیه سایشن به اند ایر فورفاد میگه زی بفرن این فورفاد شتراسه شما توی خیابونی که به حق تقدم دارید خیابون اصلی دارید میرید میگه حالا ویش فکی فکیه ساشن چه تابلو راه به اند خاتمه میده ایر فورفاد حق تقدمتون رو یعنی چه تابلوی الان از این یک دو سه کدوم تابلو به شما میگه که دیگه شما دیگه حق تقدم ندارید خب تابلو اولی گفتیم فورفاد گوغن یعنی حق تقدم بدید دیگه خب یعنی حق تقدم دیگه ندارید خب تابلو یک درست خب تابلو یک درست تابلو دو میگه به اشاره به خیابان اصلی داره که خود که اصلی هم گفتیم شما فورفاد اشتغاس هستید یعنی خیابان اصلی اسمش روش یعنی حق تقدم دارید بس تابلو دو اینجا مد نظر نیست تابلو سه هم گفتیم به یه احتیاط یا خطر داره اشاره میکنه میگه اینجا خطر هستش و گفتیم تو فاصله 150 تا 250 متری بعد از این تابلو یعنی تابلو رو که می‌بینید، تا 150 250 متر جلوترش خطر وجود داره اون داره به این اشاره میکنه بس فقط تابلو شماره یکه آفلوزون همونجور گفتیم گذنید 3 درسته امتیاز سوال 2 امتیازی وایت هم سوال 58 واس موسن زی بای دیزم فکه به اخته میگه واس موسن با به اخته بعد به چه چیزی توجه بکنید بای دیزم فکه سایش با این تابلوی راهنمای رانندگی خب گفتیم تابلویی که بک آبی رنگ یه فلش توشه شما فقط در جهت اون فلشه میتونید رانندگی نو... بکنید و همچنین باید راهنما هم بزنید یعنی چی یعنی اینجا شما فقط میتونید سمت چپ بپیچید و باید سمت چپ راهنما بزنید خب گزینه آ میگه ایشموس لینکس بلینکه میگه من باید سمت چپ راهنما بزنم درست گزینه ب میگه ایش داون نو ناخ لینکس وای میگه ایش داون نو من اجازه دارم فقط ناخ لینکس سمت چپ وای تفاق. ادامه بدم درسته دیگه گفتیم با این تابلو شما فقط سمت چپ میتونید ادامه بدید <متصفيق> گزینه سه میگه ایشتام نیست میگه من اجازه ندارم راهنما بزنم گفتون غلط دیگه گفتیم با وجود این تابلو حتما بر راهنما بزنید اول لازم گفتیم آبه درسته امتیاز سال دو امتیازی وایت سال سوال 59 گید بای دیزم فکه میگه چه چیزی معتبره با این تابلو راهنمایی و رانندگی خب گفتیم که تو این تابلوهای آبی آو رنگ که یه فلش توشه گفتیم این استثناشونه دیگه این تابلو به چپ و راست و مستقیم و اینا اشاره نمیکنه به این اشاره نمیکنه که راهنما بزنی این استثناشونه خب این فقط محدوده خیابون رو نشون میده یعنی اونجا مثلا یه فکیز اینزلیه خب بعد به شما میگه یه کوچولو بعد بگیری مثلا دست ارزان بزرگ چپ که اونجا خیابون یه خورده مثلا به خاطر اون فکیز اینزل تنگتر میشه یا اگه مستقیم بری از روی اون فکر اینزه رد میشی بعد به یه ذره چپ خب این فقط محدوده جاده رو مشخص میکنه گزینه آ میگه ایش دار نیست نخ آب میگه میگه ایش من اجازه ندارم ایش نیست فورد جلوی این به تابلوه سمت راست آب میگه سمت راست بپیچن خب این تابلو اصلا به این موضوع ربطی نداره خب داره چرت میگه گزینه ب میگه ایشموس موس ان لینکس فور وای میگه ایشموس من باید ان هیند نیسن هیند خب مثلا اون فکیز اینزه، یه مانع یه دیگه درسته لینکس فور وای فای یعنی یه خور کوچولو بگیرم سمت چپ بعد ادامه بدم درسته دیگه گفتیم این تابلو داره به این اشاره میکنه گزینه سه میگه ich bin verpflichtet nach links abzubiegen میگه ich bin verpflichtet من مجبور شدم که ناخ links سمت چپ ابسوبیگن بپیچم نه دیگه گفتیم تابلو به پیچیدن و یا چپ و راست و یا مستقیم این چیزا اشاره نمیکنه خب گزینه سه غلط اپلوزوم همونجوری گفتیم فرق گزینه ب درو سه امتیاز سوال دو امتیزی وایتا سوال 60 واس گیت این دم فون 15 متر فور اون هینتر دیزم فکسا میگه واس گیت چه چیزی معتبر این دم بغاش در این محدوده ای از 15 جلو اون هینت پشت این تابلو راهنما رنی خب گفتیم این تابلو به چی اشاره داره به به اصطلاح یا ایستگاه اتوبوس خب شما 15 جلو این و 15 قبل این اجازه دارید که به اصطلاح پارک بکنید خب کمتر از این اجازه نداره و گفتیم که توی ایسکا میتونید که به سال هالتن بکنی یعنی تا سه دقیقه میتونی متوقف بشه. یعنی آ میگه ایش دارف این او دا آشتاگنده فرگسته نیش بینده میگه ایش دارف نیش من اجازه ندارم این او دا آشتاگنده فرگسته مسافرهایی که پیاده یا سوار میشن رو نیش بینده براشون صد معوری باشن براشون راهشون رو مسدود بکنن درست داره میگه گزینه ب میگه ایش دارف پارک میگه من اجازه دارم پارک بکنم نه دیگه گفتیم که 15 جلو و 15 عقب اتوبوس شما اجازه ایستگاه اتوبوس شما اجازه ندارید پارک بکنید خب گوزینی ب میگه من اجازه دارم پارک کنم داره غلط گوزینی سه میگه ایش داف میگه من اجازه دارم متوقف بشم درست داره میگه دیگه شما اجازه دارید اینجا تو اسکا تا سه دقیقه متوقف بشید گزینه سه درست آفلوزون همونجا گفتیم آو سه درست امتیاز سوالم دو امتیازی وایتا سوال 61 و گیت بای دیز فکه میگه چه چیزی معتبر با این تابلوی و رانندگی خب گفتیم این تابلوهایی که بکگراند آبی داره یه فلش توشه یعنی چی یعنی شما باید در جهت اون فلشه ادامه مسیر بدید و راهنما بزنید خب این تابلو میگه که ادامه مسیر فقط در جهت راست امکان پذیره و شما باید در جهت راست هم راهنما بزنید خب گزینه آب میگه ایشموس بلینگه میگه من باید سمت راست راهنما بزنم درست گزینه ب میگه ایشتاو نو نخ ریس وای تفاقه میگه ایشتاو نو من اجازه دارم فقط نخ ریس سمت راست وای تفاقه ادامه مسیر بدم اینم درسته گفتیم این تابلو میگه فقط سمت راست میتونید ادامه مسیر بدید گزینه سه میگه ایشتاو اوخ نخ لینکس وای تفاقه میگه ایشتاو اوخ ما اجازه دارم همچنین نخ لینکس سمت چپ ادامه مسیر گفتیم ندی حتی اگرم مسیری باشه سمت چپ شما اجازه ندارید که سمت چپ بگیرید و ادامه مسیر بدید یادتون نره سر عملی اوفلوزون همونجوری که گفتم آوبه درسته امتیاز سوالم دو امتیازی وایت هم سوال 62 واس گیت بای دیزم فکی میگه چه چیزی معتبره با این تابلوی راهنمایی و رانندگی خب اه اه گفتیم دیگه این تابلو تابلوی تاکسیه دیگه فقط خب یعنی چی اون علامت دایری شکلی که دورش قرمزی یه زرد در قرمزم توشه یعنی چی یعنی اینجا توقع مطلقاً ممنوعه برای شما خب یعنی نه میتونید مسافری پیاده سوار کنید نه باری خالی بکنید توقف کاملا ممنوع پارک کردن هم ممنوع فقط تاکسی ها اینجا مجازن خب این داره این نشون میگه گزینه آ میگه اشتاپ پارک میگه من اجازه دارم پارک کنم گفتیم نه دیگه پارک کردن اینجا ممنوع گزینه ب میگه ایشموس میت ان اون افارن میگه ایشموس رشنن من باید حساب بکنم میت آن اون آفرن تاکسی با تاکسی که وارد و خارج میشن خود خب درست میگه دیگه اینجا مخصوص تاکسی ها تاکسی ها ورود میکنن و خارج میشن ازش گودینیتس میگه ایش دارف حالتن. میگه من اجازه دارم متوقف گفتیم نه حتی هالتن هم اینجا ممنوعه درسته گودینیتس هم داره غلط میگه آفلوزون همونجا گفتیم فقط به درسته امتیاز سوالم دو امتیاز وایتا سوال 63 واقع وایس دیز فکه سایکن کامبینیشن هین میگه واقع وایس هین به چه چیزی اشاره میکنه دیز فکه سایکن این ترکیبی از تابلوهای راهنمایی و رانندگی خب گفتیم تابلوی بالا مثلثی که دورش قرمز رنگه به یه به خطر داره اشاره میکنه خب یه علامت ترجمه یعنی خطری در فاصله 150 تا 250 متری وجود داره خب داره به این اشاره میکنه خطره حالا چیه پایین توضیح داده پایین میگه وینتشپورت اینجا ورزش های زمستونی توی خیابون مثلا پیدا میشه ممکنه مثلا بازی چیزی اونجا مثلا باشه خب داره به این اشاره میکنه خب گزینه آ میگه دی زو در دت دارف میگه این خیابونی که با این تابلو مشخص شده اجازه داره فون وینتاژ اسپورت لرن به نوتس بده میگه اجازه داره که به ورزشکارایی که ورزش زمستونی انجام میدن به اصطلاح از این خیابون استفاده کنه خب درسته دیگه یعنی میگه ورزشکارا تو اون خیابون ممکنه وجود داشته باشن گزینه آ داره اینو میگه درست گزینه ب میگه Diese ob Mesinnetz Straße darf im Winter nicht befahren werden. میگه این خیابونی که اینجوری مشخص شده اجازه نداره که این وینتر در زمستون به fahren یعنی ما اجازه نداریم تو زمستون ازش استفاده بکنیم و ازش عبور بکنیم. نه دیگه داره غلط میگه. این داره اشاره میکنه یه خطری هست با به سال برخورد با ورزشکارایی که ورزشهای زمستونی اونجا انجام میدن، خب؟ گوتینسه میگه دیز و بشیل دارف نور می شنی به نوت بردم میگه دی زو به این خیابانی که با این تابلو مشخص شده دارف اجازه داره نور فقط می با زنجیر چرخ به نوت بردن استفاده بشه نه دیگه دوستان خواهد این تابلو اصلا به این اشاره نمی کنه که شما اینجا حتما با زنجیر چرخ داشته باشه ممکن لاستیکات لاستیکای زمستونی باشه دیگه نیازی به زنجی چرخ نداره گزینه در غلط میگه آفلوزون همونجوری گفتیم فقط گزینه آ درسته امتیاز سوال دو امتیازی و سال 64 واس موسن زی این دیزا و کی زیتاسیون باخته میگه واس موسن باخته به چه چیزی باید توجه بکنید این دیزا و کی زیتاسیون به این موقعیت تردد خب ببینید دوستان خب اون جلو میون یه ماشین جلوتون یه کمپرسیتور چی حالا احتمالا سرعتش هم کمه دیگه خب میبینید شما از روی کیلومترتون میتونید بفهمید شما دارید سی تا میرید میبینید اون داره آروم میره یه ماشینیه که کمپرسیتور نمیتونه سری بره خب میبینید از رو کیلومترتون میفهمید که سرعتتون اینجا کمه اینجا سی کیلومتر میبینید و پشت اینید خب حالا خط وسط خیابون میبینید خط سفید ممتد خط سفید ممتد گفتیم سبقت گرفتن ممنوعه خط اگه بریده بریده بود میتونستید سبقت بگیرید ولی اینجا ممتده میبینید اجازه سبقت گرفتن بس ندارید بس باید اینقدر پشت این برید تا این یه خط بریده بریده بشه که بتونید سبقت بگیرید یا اینکه یه حالت بوختی باشه یه جایی باشه برای پارک کردن یا فلان که این بگیره توش تا شما بتونید از بغلش رد بشید تغییر این صورت و همینجوری پشت سرش برید خب گزینه آب میگه ایش دارف دی فاشت به گرنسون نیست اوه میگه ایش دارف نیست من اجازه ندارم دی فاشت رایفن به گرنسون این خطایی که مرزهای جاده رو مشخص میکنه نیست او بفاقه. ازشون عبور بکنم همه این خطا رو میگه یعنی خطای اون مرز جاده رو مشخص میکنه یا خط وسط همه اینا رو میگه که من اجازه ندارم ازش عبور بکن درست داره میگه دیگه شما اجازه ندارید خب گزینه ب میگه ایش دارف دی فاش تریفن بگرنسون زوم اوورهولن میگه ایش دارف من اجازه دارم دی فاش تریفن بگرنسون تمام این مرزهای خطایی که مرزهای جاده در مشخص میگه خطای کناری و خط وسط زوم اوورهول اوورفارن برای سرعت گرفتن اجازه دارم که ازشون عبور کنم نه دیگه گفتیم اینجا این خط سفید ممتد یعنی اینکه شما اجازه سرقت ندارید خب گزینه س میگه دیفا ای بگون او وفااقون استگیگ فکر سول اسم میگه ایشدار منجزدن دیفا رییف بگون این خط که مرز جا در مشخص میکنه اوفقاق ازش اوور بکنه ون وقتی که اس دیگ فکر وقتی که ماشنا گرور رو میاد اجازه به ما میده یعنی ماشین عروبر رو میاد به ما میگه خب بیا رد برو ندیگه شما تو همچین وضعیتی هم اجازه ندارید از این خطه بکنه سه همونجور گفتیم فقط گزینه آ درسته امتیاز سوال 4 امتیاز وایت هم سوال 65 واس ایست اوف دیزا فور فاچ استراسه تو میگه واس ایست چه چیزی باید توجه بکنید آف دیزا فور, اف اف دیزا فور در این خیابون اصلی خب الان کجا فهمیدیم خیابون اصلیه ببینید اون جلو بغل اون تراکتور میبینید کوچولو معلومه اون تابلو لوزی شکل زردن گفتیم تابلو لوزی شکل زردن یعنی چی یعنی اینجا خیابون اصلیه شما حق تقدم دارید حالا میگه تو این خیابون اصلی و به چه چیزی توجه بکنم دوستان خوب میبینید شما از این مرزهای جاده میبینید همه خطای ممتده متوجه از این مرزهای جاده نباید عبور بکنید اینجا هم میگه که سبقت هم نباید بگید دیگه گفتیم خط ممتد وسط نشون دهنده اینه که سبقت ممنوع خب. Gucken wir einige Parken ist zwischen einem parkenden uh, Fahrzeug und der uh, uh, Begrenzung ein Fahrstreifen von mindestens 3 Meter bleibt. Parken ist uh, wenn. zwischen einem parkenden Fahrzeug, beine ich بین ماشین اون ده و مرز خیابون یعنی اون خط سفیده خب این لاینی وجود داره که حداقل سه متر به اصطلاح تا اون مرزه به فاصله داره نه دیگه دوستان خود گفتیم توی جاده های بیرون شهری شما به هیچ عنوان اجازه پارک کردن نداره گزینه آ داره غلط میگه گزینه ب میگه پارکینگ ایست فوتو میگه پارک کردن اینجا ممنوع درست داره میگه توی جاده بیرون شهری هستید خیابون اصلیه گفتیم تو جاده های بیرون از شهری که به اصطلاح شما حق تقدم دارید یا فورفاچ خاص هست اجازه پارک ندارید گزینه ب درست گزینه سه میگه دی فاشت رایفن بگرنسونگ دارف نیشت او فارن ورده میگه این خط های مرز جاده رو مشخص میکنه یعنی هم خط سفیده دارف نیشت اجازه نداره او فارن ورده از روش عبور رو بکنید درست داره میگه دیگه گفتیم شما اگر بریده بریده بود میتونستید اینکه ممتده اجازه ندید آفلوزون همونجا گفتیم به اوسه درسته امتیاز سوال 4 امتیاز و سوال 66 زیموشتن او وهول واس ایز میگه شما میخواید اینجا سبقت بگیرید واس ایز چه چیزی اینجا درسته خب ببینید دوستان خوبم یه خط بریده بریده از سمت شماست میبینید یعنی چی یعنی شما اینجا میتونید سبقت بگیرید یه خط ممتد هم هست سمت اونوریاس خب یعنی چی یعنی اونوریا نمیتونه سبقت بگیره اینجا فقط شما میتونید سبقت بگی. این خطا خطای وسط داره به این اشاره میکنه خب حالا یه دو چرخ سوار جلوتونه میگه که میخواد سبقت بگیرید چه چیزی اینجا درسته خب اینجا درستش اینه که شما ارزم به حضورتون که راهنماتون رو بزنید و جانب احتیاط رعایت بکنید اگه ماشین از رو, رو نمیاد میتونید سبقتتون رو بگیرید خب گزینه ها میگه ایشدار نیست او میگه من اجازه ندارم سبقت گفتیم نه دیگه این خطای بریده بریده سمت شماست شما اجازه سبقت دارید اون خط ممتاز سمت اوناست اونا اون ماشین که روبرو میان اجازه نداره گزینه ب میگه ایش دار نو اوهولم ون ایش دابای ایم رچتن فاشترام بلایبه میگه که ایش دار نو او بحولم. میگه من فرای اجازه دارم سبقت میگه ون ایش وقتی که من دابای در حال حاضر ایم رچتن فاشترام یعنی سمت راست بلایبه چیه؟ یعنی چی می یعنی میتونم اینطوری سبقت بگیرم که توی لاین سمت راستیم بمونم یعنی از کنار این دو چرخ سوار توری بیای سبقت بگیری که از اون خط عبور نکنی اونجوری میتونی سبقت بگیری نری گفتیم شما خط بریده بریده دارید شما اینجا اجازه داری سبقت بگیری اون خط ممتد مال اون دستیاست و اونها اجازه ندارن خط وسط جاده عبور بکنن خب گزینه ب داره غلطه بودین چه میگه ایش هولن من اجازه دارم سرعت درست داره میگه دیگه خطای شما برید و شما میتونید سرعت بگیرید آفلوزون گفتیم فقط سه درسته امتیاز سه امتیاز وایتا سوال 67 زی از آن, ان این, این میگه خب شما میخواید داخل این وارد بشی از آن به عنوان ساکن خب این عین زوگ کن سایتنت با این وجود این تابلو مشخص شده برای مسیر دوچرخه واس زی دوای باخته بعد به چه چیزی توجه بکن. گفتیم این تابلو داره به این اشاره میکنه که این خیابون فقط مخصوص دوچرخه است یعنی فقط دوچرخه میتونه وارد این خیابون بشه ولی تابلو پایینی نوشته آن لیگ یعنی ساکنین میتونن با ماشینشون وارد این خیابون بشن خب گزینه آ میگه فارسوگ دوف نیست شنل از 30 کار ما فاقه میگه فارسوگ ماشینا دوف نیست اجازه ندارن شنل از بیشتر از 30 کیلو در ساعت برونن خب داره درست میگه دیگه ببینید شما اینجا بیشتر از 30 کیلو در ساعت نمیتونید برونید خب و مواظب باشید گزینه ب میگه فاقه در دوف نیون این اندر فاقه میگه فاقه دا. دو دوف اجازه نیون این اندر کنار هم دیگه برونن یعنی یعنی پشت هم دیگه مثل قطار نیازی نیست میتونم کنار هم هم باشن برونن درست داره میگه دیگه خب بزینه چه میگه قط فکر دارف نیست به این میگه دو شخص سوار اجازه ندارن که رو محسود بشه این هم درست میگه یعنی چی؟ یعنی دو شخص سوار نسبت ما حق تقدم داره ما بعد مونا حق تقدم بدیم اگه قرار باشه مسیرش محسود بشه باید وایسی مورد بشه و بعد مورد بشه گزینه سم درست آفلازون همونجوری گفتیم هر سه گزینه اینجا درسته امتیاز سوالم دو امتیازیه وایتا خب سوال آخر به اصطلاح این قسمت و این ویدیو و دار این عین زوگ کن سایت نشت قص فقط میگه چه کسی اجازه داره در این خیابون با این تابلو مشخص شده ورود پیدا بکنه خب گفتیم این تابلو تابلویی که نشون میده این خیابون برای مسیر دو چرخ فقط فقط دو چرخ سوار میتونه ولی تابلو پایینی میگه آن لیگ فقط یعنی ساکنین میتونه با ماشینشون وارد بشن خب اونم گفتیم که سرعتشون بیشتر از سی کیلومتر اجازه نداره باشه و ارزم به حضورتون که به دو چرخ سوارا باید حق تقدم بدن و مسیرشون رو محدود نکنن خب گزینه ها میگه آل به فون آن میگه آل به همه اون ملاقات کننده ای از آن از مقیم یعنی اگر عموی خاله دایی مثلا پدر و مادر تو اونجا میشینه شما اجازه دارید با ماشینتون وارد این خیابون بشین درست داره میگه شما هم میتونید خب گزینه ب میگه آل مفا میگه آل مفافاق همه اون موتورگازی سوارا خب نه دیگه گفتیم که اینجا خیابونیه که فقط مخصوص دوچرخه است و ساکنین میتونن اینکه همه موتور گازی سوارا بتونن بیان داخل این خیابون نه غلطه گزینه ب میگه آل قد میگه همه دوچرخه سوار درسته دیگه این خیابون مخصوص دوچرخه هر کسی که با دوچرخه است اجازه داره که تو این خیابون وارد بشه آولوزون همونجوری گفتیم آوسه درسته امتیاز سوال دو امتیازی وایتا خب دوستان خوبم این قسمت هم تموم شد خب توی ویدیوی بعدی قسمت غیش سایشن که 34 تا سوال داره و قسمت فکیز این غیش دونگن که یه دونه سوال داره رو هم دیگه میشه 35 تا سوال این دو تا قسمت این بخش رو تموم میکنیم که دیگه قسمت چهارم هم تموم میشه خب این رو هم دیگه میشه 35 تا سوال که این 35 تا سوال رو ما توی دو تا ویدیو بررسی میکنیم خب ویدیو اول 18 تا سوالش رو و ویدیو دوم 17 تا سوالش رو تا ویدیو بعدی شما رو به دستای خدا میسپارم خدا نگهدار